خوشم این اعضای دل داشته بخش پایم خانه تقدیم تانشت و حالا هم خوشبختانم مهماندار هستیم در بخش روانشناسی. پس حالا مهمان عزیز من رو شبانه جان بخش می با خانش میگیره به معرفی میگیره. بله خوشبختانه در بخش روانشناسی با استاد زکریا بارکزای روانشناس هستن در برنامه تشریف آوردن و میخواییم در مورد نیازمندی های زندگی بیشتر صحبت ها را با جناب استاد داشته باشیم. در زندگی نیازمندی های زیاده هست، ولی اینکه کدام نیازمندی ها در اولویت قرار داره و ما چطور بتانیم به این نیازهای ما دست پیدا کنیم بیشتر صحبت ها را با جناب استاد می داشته باشیم. شما هم ما را همراه باشیم. سلام استاد، صبحتون بخیر. بسیار زیاد سلام، صبح بخیر، خوش آمدین استاد. ممنون، صبح شما بخیر، صبح ایزان بخیر. ما هم از خداوند متعال خانم مثلا هستم که این دغدغه ها و نوبنجاری را جمعی به صورت مکمل دور بسازه و لبخند همیشه در لبان دوستان ما جاری باشه. و فراموش نکنیم که یک سلام خدمت عزیزان تقدیمی دارم که صفات اجتماعی برنامه را تعقیب میکنن. بله ممنون از شما. خب استاد خیلی خرسند هستم از این که شما در کنار خود داریم در روز اول هفته و بیشتر شما در مورد نیازمندی های زندگی میشنیم از شما. سلامت باشین. ببینید کرشما جان، ما زمانی که از مفهوم یا مسئله نیازمندی صحبت میکنیم، واقعا در ذهن همه ما یک تصورات بسیار جالب را پیدا میشه که گویا در جامعه که ما زندگی میکنیم با جامعه دیگه به صورت مکمل متفاوت است. شاید اونا در سطح خود شکوفایی نیازمندی خود برسه، اما ما در همون سطح نیازمندی فیزیولوژیکی که به خاطر زنده ماندن مسائل زندگی مورد بحث است اینجا قرار گرفتیم. خب امروز خود نیازمندی را در تعریفش تو صحبت میکنیم که فاصله بین وضع موجود و وضع مطلوب نیازمندی است. هر آن چیزی که در زمین خلق شده اسم داره، کتله داره، مفهوم داره، جایگاه داره و ما بنابر اون نیاز داریم و اگر نیاز داشته باشیم وجود نیازمندی ماست. اگر قرار باشه بعضی چیزها در روی زمین به صورت مکمل خلق شده اما ما نسبت به مسئله هیچ نیاز نداریم، اصلا آشنایی با اون مسئله نداریم، اون پس نیاز ما هم نیست. ما با چیزهایی همیشه درگیر هستیم که اونها را به صورت مکمل هم نیاز داریم. در مورد نیازمندی های زندگی تعریف ها یا صحبت ها بسیار زیاد مطرح میشه. اولا از بستر دینی بسیار خوب صحبت میشه. بستر دینی در مورد مسئله تو صحبت میکنه، میگه نیازمندی های برنامه های زندگی جز غرایز وجود ما هستند که اینا یک الگوی ذاتی در وجود ما هستند. کس بر ما یاد ندادن، بلکه ما اینا را زمانی که تولد میشیم به صورت مکمل یاد گرفتیم. میگه این غرایز وجود ما تحت عنوان خوردن هست، خوابیدن هست، نوشیدن هست، مسائل جنسی هست، اینا جز نیازمندی های برنامه زندگی است که ما انسان ها اونها را با خود داریم. اگر در امر برنامه های زندگی این نیازمندی ها ما برش دسترسی پیدا کنند نتونستیم، خود زندگی به کام مرگ کشانده میشه و گویا امو غریزه مرگ نسبت به غریزه زندگی اینجاها توارث پیدا میکنه، ما را با مشکل مواجه میسازه. به سر دین مبین اسلام صحبت زیبا در باب مسئله داره. حالا ما از بابت مسائل روانشناسی یا علم این موضوع مورد بحث قرار میدیم. علم در مورد موضوع صحبت میکنه، میگه نیازمندی در هر برنامه های زندگی جز برنامه هایی است که از یک جا شروع میشه در جای بالا میرسه. اگر انسان ها در جای بالاش رسید به سطح خود شکوفایی میرسن. میگن در گام اول نیازمندی های برنامه های فیزیولوژی است. ما نیازمند از این مسئله هستیم آب، هوا، غذا، خوراک، پوشاک، تعیین مسکن را به صورت مکمل داشته باشیم. هرگاهی که اینی موارد در وجود ما ارضا شد نوبت برای نیازمندی های ایمنی میرسه. ما نیازمند از این مسئله در خود داریم که احساس امنیت داشته باشیم. اگر در محیط کار هستیم احساس امنیت داشته باشیم، اگر در محیط جامعه هستیم احساس امنیت داشته باشیم و اگر در محیط تحصیلی هستیم احساس امنیت داشته باشیم. این نیازمندی های ایمنی برای ما ضرور است. اگر ما احساس نیازمند امنیت را در خود نداشته باشیم، خب واقعا یکم به مشکل مواجه میشیم، مورد چهار مشکل میسازه. زمانی که نیازمندی های احساس ایمنی یا امنیت به صورت مکمل ارضا شد یا برآورده شد، نوبت به نیازمندی های عشق و محبت میرسه. اینجا هر کس دوست داره که تعلق با دیگران داشته باشه، مورد احترام قرار بگیرن، چون اول از دو مراحل گذشت. در اینجا دوست داریم که دیگران به ما میشه توجه داشته باشه. تصوف در اینجا میگه که آدمی اول عریس نان بود، زان که قوت نان ستون جان بود، آدمی برگشت مستغنی ز نام، طالب نان هست و مدح شاعران. یعنی ما در اول نیازمند آب، هوا، غذا، نان هستیم. وقتی که اینا به صورت مکمل برآورده شد احساس امنیت میکنیم. وقتی احساس امنیت کردیم، حالا دوست داریم که مورد احترام قرار بگیریم، هر کی به ما احترام کنه ما را هم مورد تعریف قرار بده. زمانی که نیازمندی برآورده شد نوبت به نیازمندی عزت نفس میرسه. مال دیگه عزت نفس پیدا کردیم. وقتی عزت نفس پیدا کردیم خود را دوست داریم، از باب خود دیگران را دوست داریم. وقتی که نیازمندی های عزت نفس به صورت مکمل برآورده میشه نوبت به نیازمندی های سطح خود شکوفایی میرسه. حالا زمانی که ما در سطح خود شکوفایی برسیم دیگه و انسان قبلی نیستیم، خیلی انسان متحول هستیم، انسان متفاوت هستیم. در راستای اهداف خود چهار مشکل نیستیم، در راستای سازگاری خود چهار مشکل نیستیم، در امر برنامه های اجتماعی دو چهار مشکل نیستیم، در امر برنامه های فردی دو چهار مشکل نیستیم، در جامعه از هر کس انتظار خوب می‌داشته باشیم. این بعضی کمی و کاستی‌ها را در امر رفتارهای انسان‌ها کمیشه مشمول مورد بس قرار می‌دیم. اینا ناشی از امر برنامه های نیازمندی است. یک صحبت بسیار کوتاه دیگه در امر مسئله باقی مان. خب ما نیازمندی را از دو دریچه صحبت کردیم، هم از دیدگاه اسلام صحبت کردیم، هم از دیدگاه علم صحبت کردیم. حالا از دیدگاه عوامل طبیعی صحبت می‌کنیم که طبیعتاً این نیازمندی چی است. کسانی دو دیدگاه در مورد مسئله دخیل نباشه، انسان‌ها ذاتاً
هستند در گام اول به دنبال اصل بقا هستند. اگر ما شما نگاه کنیم هر کس دوزار اصل بقای خود را اگر در وظیفه میره میگه وظیفه باید دوامدار باشه، اگر در خانه است میگه من باید ازدواج کنم صاحب فرزند شم تا بقای به صورت مکمل حفظ شود. زمانی که بقای انسان ها حفظ شد در گام دوم انسان ها طبیعی به صورت به دنبال قدرت هستند، چون هابز هم جامعه شناس بسیار خوب میگه که انسان ها در حالت طبیعی گرگ یکی دیگر هستند. هر کس قدرت را دوز داره، ما اگر بگیم قدرت را کس دوز نداره هیچ اصلا اشتباه کردیم، هر کس قدرت را دوز داره نظر به توان خود به دنبال قدرت هستند. در گام سوم زمینه عشق و محبت است. هر انسان در امر برنامه زندگی از عشق و محبت خوب برخوردار میشن، میگه این موارد با ما باشه. اما در گام چهارم مسائل آزادی است. آزادی هم جزء نیازمندی های طبیعی انسان ها است. اگر آزادی کس را سلب کنیم خود نیازمندیش به صورت مکمل سلب کردیم. و در گام آخر به صورت طبیعی باز نیازمند تفریح هم هستیم، ما نیازمند از این موضوع هستیم که تفریح داشته باشیم، از برنامه زندگی لذت بریم. این دغدغه ها شبانه جان و کرشمه جان به صورت کل در امر برنامه های نیازمندی مورد بحث است. بله خب استاد، میخوایم در مورد نیازمندی های در زندگی ما اولویت قرار داره، شما اشاره داشتین، ولی میخوایم که یک مروری داشته باشیم به دلیل اینکه استاد هستن بعضی از افراد که همون نیازمندی های اولوی زندگیشون یعنی دست پیدا کردن به او نیازمندی ها رسیدن، ولی حرص زیاد اینا را وادار به این میسازه چیزایی را که اصلا نیازشان نیست ولی خواسته هایشان بلند هست، حرصشان زیاد هست، اونا را هم میخواین که در زندگیشان با خود داشته باشن، ولی در صورتی که نمیتونن به او نیازها یا به همو داشته های زندگی پیدا کنن افسرده میشن و خیلی حالت بد بهشون اتفاق میفته. سلامت باشید. ببینید رسیدن به نیازمندی های سطح بالا انسان را در حوج خود شکوفایی میرسونه، اما عدم رسیدن، ما زمانی که در حد نیازمندی های سطح بالا خود صورت مکمل نمیرسیم به این معنا نیست که دیگه ما فوت کنیم از بین بریم، بازم زندگی را ادامه داده میتونیم، ولی نسبت به انسان های دیگه که در سطح بالا رسیدن تفاوت بسیار کلی در خود داشته باشیم. حالا ببینید در اینجا صحبت میکنیم که ما واقعا در امر برنامه زندگی آیا به این امر وابسته هستیم که نیازمندی رو به صورت مکمل اجرا کنیم یا اجرا نکنیم. خوشبختانه امروز در امر نیازمندی های جسمی به صورت یا فیزیولوژیکی همه خانواده به صورت مکمل کوشا هستن. هر کس امروز تحت عنوان برنامه های سایت های اینترنتی به دنبال از این مسئله هستن که رژیم غذایی فرزندان خود را آماده بسازن تا فرزندان از اینا از باب مسائل غذایی کمی کاسی خود را نداشته باشه. خب خوشبختانه که ما از رده فقر هم بیرون شدیم، نظر به سه دهه قبل اگر این موضوع مورد بس قرار بدیم امروز نسبت به زندگی ها خوبتر هست و امروز ما از لحاظ بابت مسائل فیزیولوژیکی دچار مشکل نیستیم. خب خانواده در امر مسئله توجه دارن. حالا در گام دوم برای خانواده توصیه میشه که شما در پالیزی مثلا در مورد نیازمندی های روانی هم توجه داشته باشین تا نیازمندی های روانی بتونه ما رو در سطح خودشکوفایی به صورت مکمل هم برسانه. پس ما در امر نیازمندی های روانی چی چیز را در کانون خانواده در نظر بگیریم؟ در قدم اول موضوع محبت را در نظر بگیریم. متاسفانه امروز در جامعه ما افغانستان موضوع محبت مورد بحث قرار نگرفته. اکثر والدین به این باور هستند، میگه ما اگر با محبت با رفتار خود با کودکان خود رفتار کردیم به این معنا است که ما سلطه مشروعیت خود را به صورت مکمل از دست میدیم، اما سیاست ما اینجا خدشه‌دار میشه و فرزندان ما خوب تربیت نمیشه، بگذارم اون پیشانو به صورت مکمل چین خوردگی باشه، حرفای بسیار جالب را با خود نمیگیم، دوزاشن را با خود نمیگیم، خود قار میگیریم اما ما در دل دوز داریم. آخر کودک تو را چی میفهم معزل شما که شما ایران را در دلتان دوز داریم؟ پس ما نیازمند محبت هستیم در کانون خانواده بیاییم محبت را جاگزین کنیم، فرزند خود را با محبت نوازش بدیم. زمانی که فرزند خود را با محبت نوازش دادیم، حالا فرزند ما کمی کاستی نداره، محرومیت عاطفی نداره، فرزند ما کمی کاستی تحت عنوان عدم اعتماد به نفس شکم فرمان است، عزت نفسش از بین نمیره. این موارد زمانی که در این نابود اینا یک فرد نسبتا توانمند هستن قوی هستن، این موضوع در نظر بگیریم. موضوع دوم مسئله حسادت است. بسیاری اوقات ما آگاهانه در امر برنامه‌های زندگی میایم حسادت را جاگزین میکنیم. این حسادت ها را زمانی که جاگزین میکنیم در این قرن که زندگی میکنیم باید متوجه این مسئله باشیم. هیچ نیاز نیست که ما همزمان دو خواهر را در یک سن بریم شامل بسازیم، دو برادر را در یک سن بسازیم، به دلیل از اینکه انسان ها از لحاظ آی کیو توانایی سطح هوشی خود به صورت مکمل متفاوت است. احتمال داره یک خواهر در امر برنامه تحصیلی خیلی پیش بره و زمان مورد تشویق قرار میگیره، خواهر دیگه که نسبتا پیش نمیره این هر روز مایوس میشه، زمان مایوس شده چهار مشکل میشه. پس از شما متوجه باشین که ما دو خواهر و دو برادر رو در یک سم شامل نسازیم، بگذاریم اینا رو در صنفای متفاوت شامل بسازیم. این نکته خیلی مهمتر است. ما هیچ نیاز نداریم که یک قسم لباس رو برای فرزند خود یک قسم آماده بسازیم. بعضی کسا زمان دو فرزند داره کوشش میکنن که یک نوع لباس رو برای تایشون پوشانن، اما در حالی که فرم بدن وجود انسان ها متفاوت است، اگر رنگ مشکی یک کس رو خیلی زیبا میگه پالوش زیباتر نمیگه، بدل از اینکه فرمول وجود ما در مورد مسئله متفاوت است. پس ما سعی کنیم با فرمول خودش برنامه رو پیش بریم. گام سیم در مورد مسئله این است که ما اگر در کانون خانواده ما بعضی ها میمون میان، اون کودکان هم از استعداد بالای برخوردار هستن، هم لباس های شیک دارن، ما به یک بارگی فرزند خود رو میریم در مقابل از اینا قرار میدیم، خب به صورت مکمل توانایی خود رو اینا از دست میتن، اعتماد به نفس خود رو دو چهار مشکل میسازن. سعی کنید شما نظر به توان از اینا اینا رو به وجود برین. خب پس مسئله اسادت رو ما آوردیم اینجا حکم فرما ساختیم، پس شما سعی کنید اسادت ها رو به صورت مکمل دور بسازید تا فرزندان شما از لحاظ نیازمندی احساس امنیت کنن و خود رو دو چهار مشکل نسازن. مسئله دیگه موضوع ترس است. ترس یک امر طبیعی در وجود کودکان است. معمولا کودکان 3 ساله ترس های طبیعی خود رو می داشته باشن، از تاریکی می ترسن، از صداهای متفاوت می
میترسن، از رد برق میترسن، اما ما میگیم نه، بگذار فرزند ما در اینجا شجاع شوه، این کودک 3 ساله تنها خودش بیرون بره، تنها خودش دستشویی بره، کارهای خود را خودش انجام بده، روی اولی خودش بره. خب 400 مشکل دیگه اینا رو میسازیم، آسیب های روانی رو به صورت مکمل هم وجود داریم. این نکته رو باید به صورت مکمل از اینا برچیده بسازیم و مشکلات از اینا رو حل بسازیم. خب ما زمانی که این 3 مورد را در قانون خانواده آوردیم، حکم فرما ساختیم، در پالویزی قاعده های تربیتی رو برای فرزند خود یاد بدیم که فرزند عزیز ما قاعده های تربیتی در مورد مساله چی است. شما در امر برنامه زندگی مسئول خود هستین، زمانی که مسئول خود هستین، این آب، این هوا، این غذا را شما استفاده کردین. در گام دوم شما نوبت به این مسئله رسید که محبت قانون خانواده را به اساس اون قرار گرفت. اما در گام سوم شما ها دست بس یک سلسله تلاش های دیگه نزنید که اونا به صورت مکمل متفاوت تر است، شما رو دچار مشکل میسازن. مثل که متاسفانه ما در سطح بالا امروز این مسئله در جامعه خود داریم. سوال اصلی شما در باب مسئله این گونه بود. ما یک خانه داریم، در تلاش از این مسئله هستیم خانه دوم داشته باشیم. ما یک موتر داریم، در تلاش از این هستیم موتر دوم رو داشته باشیم. این در ذات خودش مریضی روانی است. هرگاه ما در مورد مسئله فکر میکنیم که یک خانه داریم یک خانه دیگه هم داشته باشیم، وقت فکر میکنیم یک موتر داریم موتر دیگه هم داشته باشیم، با وجودی که تمام زیبایی های جامعه و محیط رو سر جایش گذاشتیم، در فکر و تلاش برنامه‌ای دیگه هستیم. این در ذات خودش یک نوع مریضی و بیماری است که متاسفانه ما در این مریضی و بیماری خیلی گیر ماندیم. بله واقعا. خب استاد شما اشاره خیلی خوب به این داشتین، چیزایی که ما نیازمند هستیم حالا که داریم ضرور نیست که بیشتر از او هم زیادتر شو و بله. ما چیزایی که ضرورت ما نیست ما باید او را هم داشته باشیم. بله. بعضی به این مفکوره هستن حالا در میان دیگرا که می نشینن باید نیازمندیش که چیزایی از صورت که داره و داره یک چند دیگه هم خریداری کنه، چند چیز باشه، چی خانه باشه، چی موتر باشه، چی زیورات باشه، اگه بانو باشه، هر چیزی که باشه میخواد به دیگران نشان بدن که من این قدر دارم و چقدر میتونه بالای روح و روان دیگرا تاثیر کنه و چقدر اینا را کم بزنه پشوی دیگرا، چون این خیلی مهم است. چیزهایی که میگن داری با مرور زمان به دیگرا معلوم میشه و اگر چیزهایی که نداری هم بگوی بگوی بالاخره به دیگرا خسته کن میشه، چون میفهمن که زیاد روی میکنه فلانی فرد سمارش. یا فلانی شخص مش نمیدیمات نباشید. کریسمس جان در امر برنامه زندگی یک گاه اتفاق میفته که فرصت به یک بارگی برای انسان ها پیدا شوه و یک بار هم در برنامه زندگی اتفاق این گونه میفته که فرصت همیشه در اختیار انسان ها قرار داره. اگر ما بیاییم او انسان ها و او افراد را مورد بس قرار بدیم که همیشه فرصت در اختیارشون بوده و اینا هر چیز را به صورت تدریجی به وجود آوردن، اما کم تدریجی به وجود آوردن، اینا در سطح بالا دچار مشکل نیستن. اینا اس خودخواهی را در خود ندارن، اینا اس برتری طلبی را در خود ندارن و اینا هیچ وقت در تلاش از این مسئله نیستن که یک بارگی جلب توجه دیگران را در خود کسب کنن. اما یک ایده از افرادی که همیشه در امر برنامه زندگی از محرومیت های بسیار زیاد برخوردار بودن، تنها نیازمندی های سطح اول که تحت عنوان نیازمندی های جسمانی و فیزیولوژیکی است بر از اینا رسن، نیازمندی های روانی به صورت مکمل نرسیده، به یک بارگی که یک فرصت کوتاه بر از اینا پیدا میشه، اینا در تلاش جبران همه موارد هستن. اینا در تلاش جبران موارد به دلیل از این هستن که همیشه آرمان های طلا در پیش از اینا بوده. زمانی که طلا خریداری میکنن به سطح قناعت و اقناع نمیرسن، میگن ما باید چندین تا طلا داشته باشیم. علت از این مسئله این بوده که کار در اونجاها لنگ بود، در دورانی که اینا باید نیازمندی به صورت مکمل برآورده میشد برآورده نشد. مثل که یکی از بزرگان را تحقیق کردن که رفت در بین بچه های کوچک نشست، بازی های کودکانه را انجام داد. خب گفتن علت مسئله چی بود؟ با وجود که سنش هم خیلی بالا بود، خب گفتی در دوران کودک بود بازی های کودکانه را انجام نداده بود، این آرمان در دلش باقی مانده بود. ما بسیاری وقتا بعض آرمان ها در دل ما باقی میمانه، زمان که آرمان ها باقی میمانه ما در بسیاری وقتا که یک فرصت پیدا میشه در تلاش از این مسئله میباشیم. امروز هم در جامعه که ما زندگی میکنیم افغانستان، نظر به جامعه دیگه به صورت مکمل متفاوت است. افراد جامعه دیگه در فکر ثروت و دارایی پول اینا نیستن، از امر برنامه های زندگی لذت میبرن و برای دیگران هم زمینه کمک کردن و مساعد میسازن. اما در جامعه ما افغانستان به یک بارگی زمانی که قدرت در اختیار قرار میگیره، مشروعیت در اختیار قرار میگیره، همه کمبودی و کاستی هایی که ما در دوران قبلی داشتیم یک آرمان در دل ما به صورت مکمل عقده گرفتن باقی مانده. حالا به یک بارگی در تلاش از این مسئله هستیم که اینا رو برآورده بسازیم. مثل که ما طلا داریم، حالا میگیم طلا خود رو در کجا به نمایش بگذاریم؟ یا در مراسم فاتحه میریم نمایش میتیم یا در مراسم عروسی نمایش میتیم؟ ما به دار مثال با خود حرف داریم، در یک مجلس میریم هیچ کس به کس فرصت نمیتیم، این نرم حرفا رو پر سر هم گفتم میتونیم. اینا ناشی از یک سلسله کمبودی های است که این کمبودی ها در اونجا برآورده نشده. پس ما هم برای والدین عزیز محترم این موضوع مورد بس قرار میتیم که شما سعی کنید در پالوی نیازمندی های جسمانی که نیازمندی های فیزیولوژیکی است، نیازمندی های روانی فرزندان رو هم در نظر داشته باشین. این کدام سرمایه زیاد در کار نداره تا در آینده این احساس کمبودی در وجودشون نباشه. زمانی که احساس کمبودی نبود در پیامدهاش تو صحبت میکنیم که فرد خودکفا میشه. زمانی که فرد خودکفا بود هدف خود را خوب تعقیب میکنه، جامعه خود را خوبتر دوست میداشته باشه، خود را خوبتر دوست میداشته باشه، نسبت به حریم دیگران احترام میگذاره و هر کار را با مسئولیت پذیری وجدان وجود خود پیش میبره، نه بر مبنای تعمیل و تمویل دیگران. بله واقعا ممنون از شما استاد، از اینکه تشریف آوردین. اگر حرفی هست مش نمیشه حرفا زیاد با گفتن شبانه جان کرشما جان. خب بسیار کوتاه برای عزیزان این گونه صحبت میکنیم، میگه ما در امر برنامه زندگی در اصل امروز زندگی میکنیم، مسئول فرزندان خود هستیم. پس زمانی که مسئول فرزندان خود هستیم سعی میکنیم که یک زندگی خردمندانه را پیش بریم. زندگی خردمندانه زمانی پیش میره که فرزند نسبتا کمتر باشه تا مسئولیت ما در مقابلش خوبتر انجام شوه. بله واقعا ممنون از شما. حالا هم یک وقفه کوتاه دوباره برمیگردیم، ما را همراه باشین و تنها نگذارید.